سلام به همه دوستان یک شنبه چهارده 14 شهریور 1400 پنجم سپتامبر 2021 صحبت های ابراهیم رئیسی در ظاهران اولین گفتگوی زنده تلویزیونیش حالا نکات مختلفی داشت که بسیارش واقعا ارزش پرداختن نداره این که مثلا حالا بیشترش تعنه به دولت روحانی بود و اینکه نمیدونم مثلا مردم صبح بلند نخواهند شد ببینن که تصمیم گرفته شده تعنه روحانی به حرفای روحانی و رفتار دولت روحانی که البته جواب مشخص داره اصلا دولت رئیسی بیکارترین و بی اختیارترین دولت طول تاریخ جمهوری اسلامیه و دیگه صبح و شب هم نداره مردم هیچ وقت تصمیم از این دولت نخواهند دید تصمیمات ابلاغ خواهد شد همونطوری که معاون اول رئیس جمهور که مشخصا به نظر میرسه که اقتصاد کشور در از طریق خامنه تحمیل شده به رئیسی طبیعی هم هست رئیسی واقعا انقدر در امور اداره مدیریتی اعم از اقتصاد انقدر بی سواد کم و نادان هست که حتما یه نفر باید باشه تابلوشون اگرچه انتخاب خوبی هم نکنه آدمی که از روز اول مردم به دروغگویی و جنایت میشناسنش دروغوی از جهت از جهت وعده هایی که در مورد واکسن داد و جنایت از اینکه با ارائه گزارش های غلط باعث شد که واکسن وارد نشه و در تیم قاتلین خامنه در مورد کرونا یکی از عناصر اصلیه ولی به هر حال حداقلش اینه که چهار کلمه حرف بلده بزنه و چند تا کلمه قلم به سالون میتونه قاطی حرفاش بکنه و مردم رو فریب بده به خیال خودش به هر حال غیر از این حرف های تبلیغاتی و تعارف و تملقی که رئیسی داشت به نظر من نکته مهم حرفش و شاید اصلا هدف اصلی از این مصاحبه اشاره بود که به برجام کرد تلویحا و مذاکرات وین و به طوری که خبرگزاری های خارجی برداشتشون رو اعلام کردن آمادگی جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات وین ببینید این هر در شرایطی مطرح میشه که ظاهرا لحن ها تندتر شده یعنی هم رابرت مالی هم خود بایدن گفتن که فرصت نامحدود نیست و حتی بایدن گفته که اگه لازم باشه گذینه های دیگر رو مطرح خواهیم کرد معمولا در برابر این نوع اظهارات مقامات آمریکایی یا این نوع تهدیدها جمهوری اسلامی سعی کرد در ظاهر هم که شده یک مقداری لحن تند بگیره و مثلا رجزخانی کنه اما این بار عوض اینکه رجزخانی کنن اعلام آمادگی کردن برای مذاکرات به نظر من این موضوع یک پشت پرده داره و حالا اون به نظر من میرسه حتما اخبار افغانستان رو پیگیری میکنید اخبار شجاعت های یادگار احمد شاه مسعود و یارانش قرار نیست فقط یک نفر رو ازش قهرمان بسازیم ولی به هر حال نشان داد که جانشین صالح و شایسته پدرش هست احمد مسعود با شجاعت میهندوستی و غیرت واقعی نشون داد خب این اخبار داریم هر حال به تنهایی هم کاری نمیتونه بکنه عده زیادی رزمنده شجاع همراهی کردن باش و مهم هم نیست که نتیجه کار چی میشه نتیجه کار به نظر من خیلی متاسفانه نتیجه مطلوبی نخواهد بود اما این غیرت و این, این که حالا برخلاف همه بخش های مختلف داخل افغانستان و خارج افغانستان که تسلیم شدن در برابر بازی مشترک قدرت های جهانی و قدرت های منطقه در مورد طالبان این همین مقاومت در برابرش بسیار ارزش داره در تاریخ ثبت خواهد شد و برای ما میتونه درس باشه من در این مورد صحبت جداگانه خواهم داشت اما با این وضعیت افغانستان به نظر میرسه که یک شوکی یک شوک سیاسی در دنیا لازم هست که توجهات از افغانستان منحرف بشه هم افتضاحی که بایدن و آمریکا و سایر قدرت های جهان این فقط بحث بایدن نیست این تصمیمی که مجموعه آمریکا گرفته شما به شعارها هم نگاه نکنید بحث توافق با طالبان از زمان دولت قبلی آمریکا شروع شده اخبارش رو برید بخونید و میبینید که ظاهرا کسانی که با هم اختلاف هم دارن از قطر و عربستان و جمهوری اسلامی و انگلیس و آلمان و فرانسه و آمریکا و همه و همه چین و روسیه ظاهرا بر اینکه افغانستان رو تسلیم طالبان بکنن توافق دارن خب این یک رسوایی بزرگ برای دنیایی بود که سالها ادعا کرد برای مبارزه با تروریسم در جاهای مختلف دنیا نیرو, نیرو فرستادن هزینه کردن بسیار از افراد کشته شدن از, از جمله خود ایران کشتههایی داد ایران هزینه های فراوانی کرد یعنی جمهوری اسلامی بعد از این همه ادعا این افتضاح که همه مسابقه گذاشتن برای, م... برای دیدار با طالبان و خیلی هم سریع موازه عوض شد که تمام کسانی که میگفتن که طالبان رو به رسمیت نخواهیم شناخت تمام کسانی که یک سال پیش میگفتن طالبان تروریسته الان میگن که تعامل ما و روابط ما با طالبان بستگی به رفتار طالبان داره مثلا مثل اینکه حالا خیلی صداقت دارن این حکام اسلامی نمونهش جمهوری اسلامی رو دیدیم و طالبان رو هم خواهیم دید اینکه مثلا رفتارشون حالا چقدر صادقانه است چقدر در راستای منافع مردم افغانستان در راستای منافع منطقه و در راستای آسایش و امنیت جهانی این دیگه قابل تردید نیست ولی به هر حال این نشون میده که تفاهمی شده خب این تفاهم رسوا و بی آبرو یه شوک به نظر من لازم داره و این شوک میتونه توافق پشت پرده جمهوری اسلامی با آمریکا باشه من بارها گفتم این توافق نیست تسلیم جمهوری اسلامی و قطعا جمهوری اسلامی آماده تسلیم بوده و هست سیگنال های فرستادن بعضی از صحبت هایی که شده اینو حتما میدونید به هیچ وجه نباید به شالتاق ها و تندگویی ها و دروشگویی ها و رجزخانی های پامنگلی خامنه ای در مورد آمریکا توجه کرد تجربه نشون داده هر بار خامنه ای لحن تندتری در مورد آمریکا به کار میگیره می پشت پرده دستش رو سریحتر و آشکارتر بالا برده برای تسلیم امتیاز دادن از جیب ملت ایران امتیاز دادن از اعتبار یک کشور برای حفظ حکومت خودش یه موقع این امتیاز و این باز رو به با روسیه و چین میده یه موقع به حتی به ترکیه و قطر میده و حالا هم به آمریکا ببینید من بحثم اینه که به نظر میرسه که جمهوری اسلام آماده کامل تسلیم کاری هم به رجزخانی ها ندارم ببینید همین کسانی که همین اگر میخواید ببینید تسلیم یعنی چی همین کسانی که میگفتن برجام خسارت محض همین کسایی که میگفتن دولت روحانی و ظریف در امضای برجام خیانت کردن همون کسانی که میگفتن برجام را باید آتش زد همون کسانی که میگفتن که هیچ چی نگرفتیم و همه امتیازات رو دادیم آنچه آمریکا میخواست انجام دادیم و هیچ آمریکا برای ما انجام نداده همونها دارن دست و پا میشکنن و به قول خودشون خبرهای خوش از مذاکرات وین میدن خبرهای خوش از برجام میدن خبر خوش از توافق میدن من گمان میکنم که یک زمانبندی خاص انجام شده امیدوارم اشتباه کنم چون واقعا نگران قهرمانانی هستم که در دره پنجشیر در حال مقاومت در برابر اراده کثیف جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان هستند من واقعا نگرانش هستم و امیدوارم این تحلیل من اشتباه باشه اما متاسفانه اینطور میفهمم که زمانی انتخاب شده برای علنی شدن تسلیم جمهوری اسلامی در قرار آمریکا که یک شوکی وارد چه به فضای عمومی رسانهای در دنیا که همه مبهوت رسوایی دنیا هستند در برابر جنایت های افغانستان و در برابر فساد و رسوایی که در افغانستان به بار اومده به نظرم این شوک با اعلام آغاز توافق مذاکرات بین و حتی توافق ایران با آمریکا میتونه وارد شه و متاسفم که جمهور اسلامی برای حفظ خودش برای پا برجاموندن حکومت خودش از هیچ جنایتی از هیچ ظلمی از هیچ بی انصافی و بی و ناجوان مردی دریغ نمی کنه. اگر لازم باشه در سوریه مردم مظلوم اونجا می اگر لازم باشه در فلسطین بین گروه های فلسطینی اختلاف میندازه برای اینکه بتونه اهداف خودش رو پیش ببره اگر لازم باشه نیروهای وحشی خودش در عراق رو به جان مخالفین جمهوری اسلامی میندازه در یمن جنگ رو به همراه عربستان تشویق کننده جنگ از هم ایجاد میکنند و در بحرین و جاهای دیگه خب الان هم ظاهرا نوبت این شده که جمهوری اسلامی یک تیر بزنه با دو هدف یک یاران خودش رو در واقع گروه طالبان رو که فعلا یار جمهوری اسلامی شدن رو تقویت کنه و دو با قربانی کردن گروه مقاومت افغانستانی هدیه رو به طالبان بده عمل در واقع اون چیزی که رئیسی در مصاحبهش گفت و قبلا هم حالا توسط رسانه ها گفته شده و بعضی از افراد گفتن هدیه هست که خامنه داره به طالبان میده من قبلا گفتم به نظرم میرسه که خامنه ای نیاز داره که یک مسیری رو ایجاد کنه با همکاری طالبان برای پیگیری اهدافشون در منطقه و در کل دنیا و دست برادری با کمال شرمندگی بگم دست برادری به سوی طالبان دراز کردن طالبان هم که البته من یقین دارم در آینده طالبان این دست رو خواهد چکست ولی فعلا اونها هم نیاز دارن به یک حکومت خائن و البته بلخرجی مثل جمهوری اسلامی کارشون انجام بدن و به نظر میرسه که قهرمانان در پنجشیر قربانی بازم میگم توافق نه قربانی تسلیم جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و قدرت جهانی هستند جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه کار خودش انجام بده از دو جهت هم فعلا بخشی از بحران های اقتصادی حل کنه و هم به برادران خونی و جانی خودش طالبان فعلا کمک بکنه که از این مهلکی به متاسفانه میبینیم که خبرهای میرسه در هیچ دولتی هیچ حکومتی هیچ سازمان جهانی به فریاد قهرمانان پنچیر نرسیده اگرچه اینها نشون دادن که از تجربه ایران و تجربه جایی درس گرفتن به هیچ وجه دل نبستند به کمک خارجی فهمیدن که هیچ خارجی کمک نخواهد کرد همونطوری که هیچ خارجی به مردم ایران کمک نخواهد کرد این بحث بارها گفته شده بارها گفته شده که هیچ قدرت جهانی خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی نیست چون یک حکومت ننگین، رسوا و ضعیف و تو سریخوری مثل جمهوری اسلامی بهتر از هر حکومتی به قدرت‌های جهانی باج میده. به همین جد نه روسیه به سرنگونی جمهوری اسلامی راضیه نه آمریکا و اروپا و انگلیس و سایر کشورها. حالا انگلیس هم که بخشی از اروپا است فرق نمیکنه. ولی خب چون جزء اتحادیه اروپا به یک معنا نیست، من جداگانه اسمش بردم. به هر حال این وضعیتی که وجود داره می‌بینیم که حتی من به شما میگم حتی کشورهای مثل عربستان راضی به سرنگونی جمهوری اسلامی و الان این وضعیتی که پیش اومده این در واقع درسی شد برای قهرمانان پنچیر که نامشون در تاریخ نخواهد موند اگر حتی خدای نکرده اثری ازشون در وضعیت ظاهری افغانستان باقی نمونه این نامشون جاودان خواهد بود نشون دادن که هم دنیا رو خوب شناختن برخلاف بخشی از اپوزیسیون ایران که فکر کردن که مثلا که قدرتی در دنیا یا نهادی در دنیا یا شورای در دنیا به فکر مردم ایران هست و حاضر جنایتکاران جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده هم این درس رو گرفتن و هم عملا نشون دادن که وقتی که یک اراده جمعی یک غیرت جمعی یک فهم جمعی باشه حتی در برابر کل دنیا میشه ایستاد کاری که در دره پنجی داره انجام میشه مقاومت در برابر گروه پاپتی طالبان نیست مقاومت در برابر دنیاست گروه پاپتی طالبان در واقع آلت دستی که داره اون شده که دنیا میخواد حالا در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد که چه اهدافی پیگیری میشه از اینکه هم دولت ترامپ هم دولت بایدن به دنبال توافق با طالبان بودن اینا رو بعدا باید صحبت کرد حتما هم صحبت خواهد شد بسیار از افراد صاحب نظر هستن صحبت میکنن اما به حال اتفاقی که الان داره میفته اینه که اونچه در پنچی داره اتفاق میفته مقاومت احمد مسعود و یارانش یا در واقع غیرتمندان افغانستان در برابر یک دنیا خیانته فقط بحث آمریکا یا جمهوری اسلامی یا نمیدونم عربستان نیست یک خیانت جهانی داره انجام میشه با توجه به اهداف کثیف سیاسی و اقتصادی و آنچه در پنجی داره اتفاق میفته مقاومت در برابر این اراده کثیف جهانی و این در تاریخ ماندگار خواهد شد اما میگم یک شوک خبری لازم هست برای اینکه این, که این افتضاح رو فعلا پوشش بدن و گمان میکنم کنم شوک خبری بحث تسلیم جمهوری اسلامی در برابر را آمریکاست که حالا در اخبار و رسانه ها به نامش به عنوان توافق وین یا مثلا ادامه مذاکرات برجام ازش یاد خواهد شد اما بدانید این رو آینده مشخص خواهد کرد کمان که قبلها هم مشخص شده آن چه انجام میشه در بعض جهات باجگیری جمهوری اسلامی هست اما باجگیری نه در راستای منافع ملت ایران باجگیری برای حفظ جمهوری اسلامی به قیمت نابودی ایران به قیمت کشتار سوریه به قیمت قربانی شدن افغانستان به قیمت درگیری در بحرین و یمن به قیمت حتی اون چیزی که پیش می شده تکرار سناریوی افغانستان در عراق این چیزی که جمهوری اسلامی میگیره ولی نهایتا تسلیمه یعنی وقتی که ش... یک حکومتی در مذاکراتش هیچ امتیازی برای کشور خودش نگیره این در واقع تسلیمه هر امتیازی که خارجی ها میخوان میده هر امتیازی که آمریکایی ها میخوان میدن اگرچه حالا آمریکا هم دیگه مثل سابق قدرت اول جهان نیست آمریکا هم به خاطر تغییری که در شرایط جهانی ایجاد نه به خاطر آره دولت به خاطر تغییر عمومی شرایط جهانی از تغییرات اقتصادی که برای یک چین هست تغییرات نظامی تغییرات ایدئولوژیک تغییرات حالا فهم انسان ها از روابط جهانی آمریکا هم قدرت صاحب است ولی به هر حال هنوز یکی از قدرتمندترین هاست و یکی از پرنفوذترین هاست و این حکومت پرنفوذ داره امتیازات چه از جمهوری اسلامی میگیره جمهوری اسلامی تسلیم شده به نظر من این نشانه هایی که رئیسی نشون داد در واقع لو دادن هدیه ای هست که علی خامنه ای به طالبان داره میده برای منحرف کردن از هان تمام جهانیان از موضوع جنایت و رسوایی افغانستان امیدوارم که بازم تکرار می کنم امیدوارم که فهم من اشتباه باشه از اتفاقاتی که در, در افغانستان میفته و قهرمانان در پنجشیر همونطور که نامشون در تاریخ میمونه حضور فیزیکیشون هم باقی بمونه و درسی بشه برای همه ما به خصوص برای ما ایرانی ها که ببینیم اگر یک همیتی وجود داشته باشه یک غیرتی وجود داشته باشه و فهم درستی از روابط جهانی داشته باشیم فریب شعارهای تریبونی قدرت‌های جهانی مجامع جهانی رو نخوریم حتی میتونیم در برابر اراده دنیا بیستیم همونطور که میگم تا ها احمد مسعود و غیرتمندان همراه او نشون دارن که میشه در برابر یک ای دنیا ایستاد اگر اراده باشه اراده ای که اینها نشون دارن و حتما در تاریخ ثبت خواهد شد این مقاومت هر چقدر هر چه نتیجهش باشه نتیجهش برای من خیلی مهمه و امیدوارم که نتیجهش برای افغانستان و برای گروه مقاومت هم خوب باشه اما نتیجه هر چه باشه اون چه در افغانستان روزا داره اتفاق میفته در تاریخ ماندگار خواهد شد و همه ما به عنوان بهرات کسانی که اشتراکات زیادی با افغانستان داریم بهش افتخار خواهیم کرد همونطوری که ناچاریم سرمون پایین بنازیم به خاطر جنایت هایی که جمهوری اسلامی در سراسر دنیا کرده به خاطر موندن خودش و ما به هر حال به عنوان ایرانی ها شر... شریک این جنایت هستیم خواسته یا ناخواسته و شرمندش هستیم هم فرهنگ های ما هم زبانان ما در پنجشیر به نامشون افتخار ثبت خواهد شده و ما هم بهش افتخار بکنیم امیدوارم که فرصت بشه بیشتر صحبت کنیم و امیدوارم که خیلی زودتر از اونی که تصور میکنیم و انتظار داریم حقایق پاک افغانستان، حقایق پاکستان، حقایق آمریکا، حقایق جمهوری اسلامی، حقایق عربستان و ترکیه و قطر در مورد وقایع افغانستان برای همه روشن بشه و درس عبرت بشه مهمترین درسش بازم تکرار میکنم و صحبتم تمام کنم اینه که ثابت شد هر کس به قدرت های جهانی به مجامع جهانی برای نجات کشور خودش دل ببنده به بیراه رفته و حتی در زمین دشمنان کشورش بازی کرده کمان که متاسفانه بعضی از ماها بازی کردیم و گمان کردیم که شعارهای توخالی که سران آمریکا و اروپا و شرق و غرب میدن واقعیه همشون دروغ میگن همشون به دنبال منافع خودشون هستن البته اینکه به دنبال منافع خودشون هستن طبیعیه اما اینکه فریبکارانه و با اشک تمساح بعضا از بعض از وقایع جهانی صحبت میکنن مایه ننگ بشریت موفق باشید